یافته های یک تحقیق نشان می دهد که 50% از معلمین وزارت معارف بی سوادند. بر بنیاد یافته های کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، نبود معلمین مسلکی، وجود معلمین خیالی، نبود 50% تعمیر برای مکاتب و عدم شناسایی معلمین که به تقاعد سوق داده شدند، از جمله چالش های است که در برابر معارف در کشور وجود دارد. حسین رضایی پژوهشگر این کمیته میگوید در بعض ولایت ها به خصوص ولایت پروان و پنجشیر وکلای پارلمان در ریاست های معارف این ولایت نفوذ و اشخاص مورد نظر خود را به عنوان معلم قراردادی استخدام کردند. تغییر ندارند و همچنان نوامنی هم روی معارف تاثیرات منفی گذاشتن و در این روی دوم هم متاسفانه ناامنی یک چالش بزرگ بودن. در همین حال کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف یافته های این نهاد را میپذیرد و میگوید که تلاش های نیز برای بهبود وضعیت معارف در کشور صورت گرفته است. اما امروز چون ما هزاران لیسانس و 14 پاس و ماستر داریم، ما هیچ استخدامی را در بخش تعلیم و تربیه و معارف پایین تر از صنف 14 نداریم. ما می خواهیم که سویه معلمین ما بالا برود. این سال حدود بالاتر از 13,000 معلم جدید استخدام شد و یا هم استخدام میشه. هیچ کدامی از اینا سویه تحصیلیشان از 14 پایین نیست، بلکه بالاتر از او هست. این مشکلات در حال در معارف افغانستان به مشاهده می رسد که حکومت سال جاری را سال معارف نامگذاری کرده است. نادر شریفی، روزنامه 8 صبح، کابل.